مژده ای دل که مسیحا نفسی می آید، که ز انفاس خوشش بوی کسی می آید. از غم هجر مکن ناله و فریاد، که دوش زده ام فالی و فریاد رسی می آید. مژده عیسی به دنیا آمد، مژده منجی بشر آمد، اینک خدا با ما بود، مژده روح القدس آمد. درود میگم خدمت بینندگان عزیز و شاد باش میگم خجسته زاد روز عیسی مسیح رو خدمت همه بینندگان، و خیلی خوشحالیم که امروز میتونیم مهمان منازل شما باشیم با برنامه‌های متنوعی که داریم. و پیشاپیش تبریک میگم و بهترین ها رو برای شما آرزو میکنم. آمین آمین. جا داره که من نیز تجسم خداوند عیسی مسیح رو به همه شما عزیزان شاد باش بگویم و از خداوند بخوام که خداوند مطابق فیضش حقیقت خودش رو امسال بیشتر از گذشته برای همه ما مکشوف کنه، چه آنانی که مسیح ایمان دارن و چه آنانی که هنوز نسبت به انجیل مسیح آگاهی رو ندارن. باشه که امسال سال نجات و آزادی و آرامش و امنیت برای همه شما ایرانیان باشه، همون گونه که در کتاب اشعیا 7:14 میخونیم که یکی از آیات پیشگویی هست، اعلام میکنه بنابراین خود خداوند به شما آیتی خواهد داد، اینک باکره حامله شده پسری خواهد زایید و نام او را امانوئیل خواهند خواند. باشه که با فیض و رحمت خداوند بتونیم در این سال جدید در کشور عزیزمون ایران باشیم. برنامه های متنوعی خواهیم داشت برای جشن کریسمس عزیزان، که همون گونه که در سالهای گذشته شاهد بودید از تمام برنامه گذاران تلویزیون امید جاودان استفاده خواهیم کرد. باشه که باعث برکت و شادی و آرامش شما عزیزان بمونه. میپرستم من تو را ای خدای مهربان، میپرستم من تو را با تمام قلب و جان، میپرستم من تو را ای خدای مهربان، میپرستم من تو را با تمام قلب و جان، میپرستم 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 من تو را، 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 در سحر با حال خدا میپرستم من تو را، در زمین خشک و بی آب میپرستم من تو را، میپرستم من تو را ای خدای مهربان، میپرستم من تو را با تمام قلب و جان، میپرستم من تو را ای خدای مهربان، میپرستم من تو را با تمام قلب و جان، میپرستم 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 من تو را، 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 روح من مشتاق تو ای خدای مهربان، میپرستم من تو را، میپرستم من تو را ای خدای مهربان، میپرستم من تو را با تمام قلب و جان، میپرستم من تو را ای خدای مهربان، میپرستم من تو را با تمام قلب و جان، میپرستم 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 من تو را، میپرستم 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 من تو را، میپرستم 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 من تو را، میپرستم 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 من تو را،
بسیار سرود زیبایی بودش. با سپاس از اتاق فرمان برای این سرود زیبایی که برای ما گذاشتن. همون گونه که هموطنان عزیز می‌دونید در ایام کریسمس به سر می‌بریم و برنامه ویژه مخصوص تولد خداوندمون عیسی مسیح است. مهمان عزیزی رو در کنار خودم دارم، برادر شاپور عزیز. خوشحال هستم که لطف کردید و دعوت ما رو پذیرفتید. با درود به هموطنان عزیز، به خصوص گیلانیان عزیز، به شمالیای عزیز. واقعا خیلی خوشحالم که الان اینجا هستم و در مقابل دوربین پیش برادر رسول عزیز تولد عیسی مسیح رو به همه شما ایرانی ها تبریک میگم، به خصوص گیلانی ها. شمی عید مبارک بون، اینم یک تا عید دیگر همیشه. امیدوارم که همیشه خوب باشی. آمین، با فیض خود. خب این ترجمهش چی بود؟ ترجمه اونها متوجه میشن. متوجه میشن، به ما نمیخوای ترجمهش بگید؟ گفتم اینم یه عیده برای ما. بله، آمین، آمین که حقیقتا عیدی هستش. همون گونه که هموطنان عزیز آگاه هستید، شاپور عزیز در شبکه امید جاودان یکی از پربیننده ترین برنامه ها رو دارن، به طور خاص برای لاهیجانی های عزیز. شاپور جان، این زبان گیلکی فقط مخصوص لاهیجان هستش و یا جای دیگه هم از چسونی شهرهای دیگه هم استفاده میشه؟ نه، لاهیجان آخه گیلان کلن هر شهری یه زبانی دارن. مثلا رشت فرق میکنه، هر شهری یه زبان مخصوص داره. ما لاهیجانی صحبت میکنیم فقط لهجه است، فارسی با لهجه است، زبان به خصوصی نیست که متوجه نشه. چون لهجه داره و بعضی کلمات متوجه نمیشه. ولی شاید این هستم که برنامه شما همش گیلکی هست. گیلکیه، بعضی موقع فارسی صحبت میکنم به خاطر که چون کتاب دارم میخونم یه ذره میزنم توی جاده خاکی دوباره میام. اونه نمیشه گیلکی خوندن دیگه، نمیشه دیگه، داری میخونی نمیشه دیگه. حالا میتونم خواهش کنم که برای هموطنان عزیزمون، هم برای ایرانی ها، به طور خاص برای گیلکی عزیزمون در ایران، به زبان همون گیلکی دعا کنید. به زبان شمالی خودم؟ بله بله. امسال آرزو کنم برای همه ایرانی، بخصوص گیلانیان عزیز، خانم که سال خوبی بدارین، همیشه شادی خداوند در زندگیتون ببون. به امسال سالی ببون که شما همه گیلونین بیش از هر سال دیگر به عیسی مسیح ایمان برین و واقعا شادی و خوشحالی قلب منه که بهش دوستم خیلی گیلونین الان به عیسی مسیح ایمان بردن. دعا کنم در نام عیسی مسیح که همه گیلونین به عیسی مسیح ایمان برن و قلب خودشونو باز کنن که واقعا عیسی مسیح نجات دهنده، عیسی مسیح شاه شاهانه و نجات دهنده تمام ایران عیسی مسیح، چون پادشاه ما اونه. به خاطر این دنیای خرابی که داریم، این دنیایی که پر از خستگی و قلبان همه آرزود خاطر و به همه فکرون در فشار و در سختی سن، امیدواریم که امسال سال خوبی ببون و ایمان دارم که امسال سال شادی و شادی خداوند در تک تک خانه های ایرانی نیسته. آمین، آمین که چنین باشد. من میشه گفت 70-80% متوجه شدم و بسیار عالی. آیا دلتن تنگ شده برای خیلی چند برای شمال حدودا 11-12 سال نرفتم؟ رویا داری براش، برای بله خیلی لاهیجان که برید اونجا، برفرض نمیدونم کلیسایی بنا کنید، خداوند رو خدمت کنید؟ واقعا حاضرم که برم لاهیجان به خدمت بکنم برای ملت لاهیجان. به واقعا لاهیجانی ها رو مثلا خیلی الان در احتیاطن، خیلی ها در گرفتاری های سختن، کسی نیست اونجا به اینا مثلا از عیسی مسیح بگه، از انجیل به اینا بگه، خبر خوش به اینا بده. خیلی دوست دارم که مثلا من اگه اونجا بودم، مثلا یه نفر چندی پیش خودکشی کرد، اگه من اون میشناختم، اگه من بودم شاید یه کلمه میگفتم و از اون نجات پیدا میکرد، ولی اون نشد. بعضی موقع برادر ببین، اصلا خداوند میاد در خونه رو ما رو میزنه، بعضی موقع میاد روبرو، بعضی موقع در خواب میاد. یه دونه الان براتون میگم که یه خانم مسنی بود،
سکته مغزی کرده بود یا سرطان گرفته، سرطان گرفته بود، تمام وجودش رو سرطان گرفته بود. بعد جواب دادم رفتم تو کوما. کجا؟ توی همینجا نه لایجا، همینجا تو کوما رفت. بعد وقتی تو بیمارستان بود، 4 روز بود تو بیمارستان بود، بعد از 4 روز چشمشو باز کرد، اون نوش که پیشش بود بهش گفت که مادر بزرگ، همین الان یه 5 دقیقه پیش قبل از که تو چشم تو باز بکنی چند نفر از چرچ اومده بودن برای داشتن دعا میکردن. گفت که من کسی رو دیدم در موقعی که الان تو کما بودم چشم بازم، کسی رو دیدم که لباس سفید پوشیده داشت، پر از نور بود. من گفت که پاشو تو رو شفا دادم. منم الان چشم باز کردم. بعد دکترها همه دست به دهن موندن چطور شد آدمی که تو کما بود، هیچی، همون 1 ساعت بعدش مرخصش کردن. همین خانم در بالکن خونه نشسته بود برای اینکه نواهاش بیان یا دختراش مثلا بچه هاش بیان، میبینه در زنگ میخوره، میره در باز میکنه، میبینه همون آقایی که در خواب دید همون اومده جلوی در درش زده. میگه خب خانم چی گفتی بهش؟ صحبت کردی باش؟ گفت نه صحبت نکردم باش، ولی خندید. منم نگاه کردم یه ساعتی گذشت دستم، بعد یه لحظه اما 3 دقیقه بعدش این غیب شد، ساعتش هم غیب شد. گفت خب الان که اینو دیدی به عیسی مسیح ایمان آوردی؟ گفت واه، یه حرفا چیه؟ مگه میشه هم چی کار بکنم؟ نباهام چی بگم؟ مردم چی بگم؟ ای آبرو میره. ما برادر اینجوری هستیم، ما الان موقعی که خدا حتی میاد در ما رو میزنه باز ما جوابش میدیم، ولی ایرانیان عزیز هیچ کس نمیتونه ما رو نجات بده به غیر از عیسی مسیح. آمین. رمز و کلید تمام ایران اسم عیسی مسیح است. آمین. چون آمین. پادشاهی عیسی مسیح به زودی در ایران میاد. هللویا. آمین. آمین که چنین خواهد شد. البته خب در جریان هستیم و میدانیم که در طول سال ها هست که خداوند قلب ایرانی ها رو لمس کرده و خیلی از ایرانی های مسیح ایمان آوردن، از جمله خود من که در یک خانواده متعصب بودم، از جمله خود شاپور عزیزم. ولی خب چنین مواردی هم هست، اما ایمان داریم که شاپور جان زمان نجات اون خانومم یک زمان خاصی است، یعنی ناامید نباید باشید. همین که خداوند رو ملاقات کرده، قلب او رو لمس کرده، مطمئنن یه روزی میشه اون اعتراف خواهد کرد و قلبش رو کاملا به عیسی مسیح خواهد داد. ما این امید رو داریم. چه پیغامی دارید بدید برای آخرین مطلبی که دوست دارید؟ دوست دارم با هموطنان تو صحبت کنم. هموطنان فقط بگم که واقعا این کتاب انجیل و کتاب فلسفیه. اگه دوست دارین یه کتاب فلسفی بخونین، تمام فلاسفه دنیا از این کتاب صحبت میکنم، فقط اسم عیسی مسیح رو نمیارن. اگه میخواین یه کتاب بخونین داستانی هم باشه، اینه بخونین، متوجه میشین که واقعا در این کتاب چی نوشته. رای زندگیتون عوض میشه. من اینه ایمان دارم، در نام عیسی مسیح دعا میکنم که امسال همه شما ایرانی ها این انجیل و خداوند رو بشنوین به نجات پیدا کنین. آمین. آمین که چنین خواهد شد. مثلا یه سوال آخرم ازتون بگم، شما فهمیدید اسم برنامه‌تون چیه؟ کلگب. بعد معنی چیه؟ یعنی گب گفتگوی خودمونی با افرادی که بعد با شما تماس میگیرن. من خودم تلفن نمیگیرم چون وقت برنامه‌ام 30 دقیقه است تا با هم صحبت بکنم. کارگردان یعنی کارت قرمز میده، میگه آقا یعنی الان دارن اعتراض میکنن ایشون به ما. حتما برنامه شما رو هم بیشتر خواهیم کرد سال آینده. ولی حقیقتا اگه مردم کمک بکنن ما بریم توی بله ماواره، به امید خدا بر. خوشبختانه الان اتفاقی که افتاده که ما میتونیم روی پروگرام خاصی هستش که دارن عزیزان ما رو روی موبایل هاشون میبینن و تشویقتون میکنم لطفاً با ما باشید در این برنامه های عمر جاودان. و همونطور که شاپور عزیزم اعلام کردن، دست یاری هم بدید که بتوانیم این خدمت رو گسترده کنیم و نام خداوندمون رو نیز بیشتر از دیروز و امروز جلال بدیم. با تشکر از برادر عزیزم مرسی. که لطف کردن تشویقم. بریم با هم دیگه یک موزیک ویدیو ببینیم. با ما باشید، در خدمت شما خواهیم.
کشتی نجات طوفانم، روحم با تو آزاده، سپرده ام دست تو سکانم. خدمت آزی عزیزم هستین و میدونم که شما سالیان ساله که پای برنامه هاش نشستین و تماشا کردید، چون آزی هم تبلور خاصی داره در کلام خداوند و از کلام خداوند برای شما میگه. میخوایم امروز با هم صحبت کنیم در مورد کریسمس و اینکه ببینم چه خاطره ای داره از کریسمس. من اول می‌خواستم درود بگم خدمت شما و تشکر کنم برای اینکه منو دعوت کردین تو این برنامه زیبای شما باشم. واقعا خوشحالم و این در این روزای بسیار زیبا قشنگ واقعا خوشحالم که در منازل شما هستیم و این روزهای گرم و در منازل شما جشن می‌گیریم. و اصلا برای من کریسمس یه زمان دیگه، یه تولده برای من. درسته. من واقعا میگم کسی یه تولد تازه است این کریسمس. هر سال که میاد اصلا یه شور و هیجان دیگه به دلا میندازه. درسته. واقعا اینقدر قشنگه، هر جا که میری در هر خونه ای در هر فروشگاهی واقعا این زمان واقعا زمان مسیح ماست. واقعا ما احساس نزدیکتری به مسیحمون دارم، واقعا یه احساس خیلی قشنگی به مسیحمون دارم. واقعا خوشحالم، واقعا من خوشحالم و از زمانی که تشکر میکنم از مسیح من که منو به راه خودش آورد. شکر. فقط اون بود که منو راه نمایی کرد، فقط اون بود که من خواست بیاد که من بیام تو راهش. درست. و واقعا خوشحالم از این برنامه. خدا باشه. و دیگه هر چی بگم من واقعا کم گفتم از معجزات مسیحمون که من هر سال هر روز و هر ساعت میبینم. واقعا وقتی که دعا میکنم عزیزان، همیشه وقتی که من با کشیش رسول برنامه داریم همیشه گفتم که عزیزان دعا اصلا حرفی توش نداره، هیچ شکی نکنی، دعا دیروزود میشه ولی سوخت و سوز نمیشه. اصلا اینقدر شما قشنگ این نتیجه رو میبینی اگه چشمونو باز بکنیم وقتی که دعا میکنیم با خدای خودمون که صحبت میکنیم، عیسی مسیحمونه و
وقتی که صحبت میکنیم واقعا میبینید چقدر قشنگ جواب گرفت. اینقدر من الان این برنامه ها هر روز و هر روز برای وقتی به بچه هام میگم واسه خودم هر روز بیشتر و بیشتر وقتی روشن میشه. درسته. اصلا اتفاقایی که میفته همین چند روز پیش که اتفاق افتاده بود وقتی رفتم تو فروشگاه شب برای یه چیزی دعا کردم فرداش تو فروشگاه وقتی جواب گرفتم همونجا گفتم هاللویا خدای شکر اینم واسه جوابم گرفتم thank you lord دارم فروشنده رو میگم گفتم یه thank you lord دیشب سوال کردم الان جوابم گرفتم دست only مسیح ما و دعا میکنم هر روز نزدیکتر و نزدیکتر به خدای بزرگم بشم و بتونم به هر کس با همه من صحبت میکنم همه جا صحبت میکنم من هر روز با آدم های مختلف سر کار دارم از بزرگ و کوچیک و همه سیاه و سفید و زرد همه نقش آدم ها من در تماس هستم درسته. هر روز با گروه های مختلف من در تماس هستم و با همه رو تشویق میکنم تنها موجیمون، تنها خدای زندمون و تمام فقط عیسی مسیحمون و واقعا خوشحالم و به شما هم تبریک میکنم که مسیح رو داریم، تولد مسیح رو داریم با هم جشن میگیریم و در منظور خوشی ما هم همینه هستش واقعا. که وقتی که جواب دعاها رو میگیریم از صمیم قلب خوشحال میشیم. خب خیلی ها هستن میگن که اوکی حالا ما از شما خواهش کردیم که برامون دعا کنید، میخواییم یه نظری بیاریم یا یه کاری بکنیم، ولی واقعا احتیاجی به این چیزا نیست، بلکه فقط خوشی ما اینه که خداوند دعاهای ما رو اجابت میکنه، اینه که ما از صمیم قلب خوشحال میشیم که بتونیم وسیله‌ای باشیم توی دستان خداوند برای اینکه اراده خداوند رو به جا بیاریم. خب آزی جان عزیزم، برای بینندگان ما بگو چند ساله که وارد برنامه های امید جاودان شدی و چند ساله که ایمان آوردی؟ ولی من الان فکر میکنم 8-9 سال میشه که ایمان آوردم، تقریبا همزمان با کلیسامون که شروع کردی. منم تقریبا همون موقع اتفاقی اومدم، خاطر همیشه تو برنامه امید جاودان با کشیش رسول کسام میگم یه دفعه امتحان کنیم مثل من. منم فقط واسه امتحان کردن اومدم، هیچ خبری نداشتم، نمیدونستم میدونستم راجع به مسیح، ولی چیزی نداشتم که بتونم بخوام مثلا اینجوری ایماندار بشم. ولی وقتی که اومدم الان دوستان میگن دقیقا یه دفعه امتحان کنیم، خودتون یه بار بچشید، خود یک دفعه بچشید. با کلیسا اومدم واقعا میبینید که اصلا اون مهر و محبت مسیح چجوری شماها رو میگیره، واقعا جذب میکنه. واقعا برای من الان 8-9 سال ایمان آوردم و دو سال با کشیش رسول در برنامه تلویزیونی توری مستقیم امید جاودان بودیم، در مستقیم در ایران پخش میشد که الان برنامه تلویزیون شادی امید جاودان در این طرف به یوتیوب و اینا بریم برنامه اجرا کرد. خدا برکتت بده. مرسی. سلام. این روزا توی خیابونا که میریم سوسوی چراغ ها خیلی زیاده و یک شور و حال خاصی میونه مردم هست و همه میان خرید میکنن برای کریسمس. میدونیم که یکی از بزرگترین جشن‌های دنیا هستش تولد عیسی مسیح. میخوام بدونم که برای کریسمس چیکار کردی؟ برای مهمونی، پارتی، بوغلمو درست می‌کنی؟ بچه‌ها رو جمع می‌کنی؟ چیکار می‌کنی؟ من الان چندین ساله خوشبختانه من دیگه الان 40 ساله اینجا، من همیشه کریسمس رو سلبریت کردیم با بچه‌هام، کریسمس تری برای بچه‌ها گذاشتم چون بچه‌ها اینجا بزرگ شدن و عید خودمون هم داشتیم، ولی برای من الان یه شکوه دیگه ای داره، یه تولد تازه دیگه ای داره. من خونم و تمام خونم رو دکور میکنم، با یه شادی استقبال میکنم تولد مسیحم. واقعا یه هیجان دیگه ای تو خونه من و تو دل من و تو دل بچه هم داره. واقعا سپاسگزارم، تمام اینا رو مدیون عیسی مسیحم هستم و خوشحالم و دعا میکنم که با من و بچه هام و خانواده کلیسام باش. با من و بچه هام میدونم که هستی، همیشه بودی و ازت ممنون هستیم. Thank you Lord. خدا رو شد. همطور که آزی جان گفت یک خانواده هستیم، خانواده روحانی. برمیگردیم با شما هستیم. تو خدای پر مهر، پر از حکمت تو
را ما پرستیم تو را خدا خدا کلام